چسبیدی به مراداش. من خودم بازی رو خواهم برم ولی چسبیدی نمیزنیم به گوشن اینجا. همه اون هستی پشتن مثل دیوار. بینندگان تلویزیون کانال جدید سلام، من رضا سروک هستم و همراه همکارم ها را در ایزاد برنامه دیگری از سری برنامه نبایت هم رو تقدیم بزرد با ما همراه بشید. غلط میکنن، فکر کندن اون رو هم کسی بکنه. خوش آمدید. در این برنامه از طریق اسکایپ مهینه علیپور فعال سیاسی از استکهلم ما همراست. مهینه علیپور سلام، به این برنامه خوش آمدید. سلام دارم خدمت شما و همکاران شما و همینطور سلامی گرم به بینندگان عزیز این تلویزیون. بله، همینطور که در ویدیو مشاهده کردیم 100 روز از شروع خیزش انقلابی به مردم آزادیخواه ایران گذشته. به عنوان اولین سوال، من تحلیل شما را از این 100 روز به صورت مختصر میخوام و اینکه نقاط عطف این خیزش انقلابی در طی این 100 روز چه؟ بله، من باید سلامی گرم به تمامی مبارزین توی ایران، به مردم ایران و همینطور یک خسته نباشی و با تقدیر و تحسین از کارهایی که دارن میکنن صحبتامو شروع میکنم. و این اگر ما بخوایم دستاوردها رو ببینیم، تا به حال اینقدر زیاده که حقیقتا به این برنامه نمی گنجه، ولی من خلاصه وار میگم. یکی بلفرض شعار زن زندگی آزادی هست که مرزا رو شکسته و الان میشه گفت تو دهن هر آزادی خواهی هست، غیر ایرانی و ایرانی، و اینکه تونسته پیرامون خودش کل سمپاتی درست کنه
یکی دیگه در سطح بین المللی ما دیدیم که موقعیت ایران، جمهوری اسلامی، من اینجا از جمهوری اسلامی استفاده میکنم، خیلی تنزل کرده و از خیلی از ارگانا و مجامع بین المللی بیرونش انداخته که بعد ما میتونیم این بپردازیم. و یک مسئله دیگه این هستش که اتحادی رو که توی ایران بین مردم، یعنی اتحادی بین اعتراضیون و میشه گفت احتساب ها و همینطور اتحاد بین ایرانیان خارج از کشور و فعال کردنشون و به وجود اومدن تشکل ها و میشه گفت کمیته ها و ارگان هایی که برای دفاع از انقلاب مردم تو ایران هست، و میشه گفت نتیجه مهم این اتحاد بین مردم خارج از کشور و ایران هستش، اون واقعا توصیف ناپذیره. بله، در صحبتتون اشاره کردید به زن، زندگی، آزادی، به شعار مبنای این خیزش انقلابی، و به خیلی مختصر در مورد نقش زنان در این انقلاب. من وقتی میگم مختصر، نه اینکه نقش زنان مختصر باشه، نه به خاطر وقت برنامه، میگم توضیح شما مختصر باشه که بتونیم سوالهای زیادی که از شما بپرسیم. نقش زنان و اینکه اون حجاب سوزانی که اتفاق افتاده، پیوستن بسیاری از دختران دبستانی، راهنمایی، دبیرستان، کلا در سنین مختلف در داخل ایران، نقشی که کلا خانوم ها دارن. قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، دوست دارم یادی بکنم از الهه حامدی و نیلوفر محمدی، دو ژورنالیستی که توی ایران داشتن به طور رسما کار میکردن و توی انعکاس این میشه گفت هم دستگیری و مرگ مهسا امینی، مهسا جینا امینی، و هم خود برد این شعار زن زندگی آزادی خیلی نقشی داشتن و الان در زندان هستن و حکم اعدام هم گویا گرفتن. ببینید، شعار، اگر ما بخوایم به شعار زن زندگی آزادی بپردازیم، باید بگیم که قتل جینای امینی یک جرقه بود به 40 و اندی سال ظلم و ستم و تبعیضی که به زنان به خاطر سیطره یک آپارتاید جنسی میشد. زنان از همون روز اول، از اولین روز 8 مارس که چند ماه بعد از اومدن خمینی بود، به مصاف خمینی رفتن، به مصاف جمهوری اسلامی رفتن، به مصاف این آپارتاید جنسی رفتن، به خاطری که جمهوری اسلامی هم میدونه زنان میتونن دشمن بزرگی براشون باشن و برای اینکه سه بتونه کنترل کنه جامعه رو، باید اول زنها رو بزنه. و همین خاطر این شعار زن زندگی آزادی که اولین بار روی در مراسم سوگواری مهسا جینا امینی داده شد، مرزها رو گذروند و جهانی شد. چرا؟ به خاطر اینکه این انقلاب و اون اعتراضی که در شروع مردم داشتن، اومد خودش رو خم کرد روی مسائل زنان تو ایران، روی نابرابری هایی که وجود داشت، و مردم خواهان یک سری تغییرات و یک انقلابی شدن و یک جوانان به مصاف جمهوری از اسلامی رفتن که آینده خودشون رو بسازن، رقم بزنن، و اینها از طریق این شعار میخواستن به دنیا ثابت کنن و به مصاف یک جنگ با جمهوری اسلامی برن که تا زن آزاد نباشه، اون جامعه آزاد نیست و نابرابره و ما یک جامعه رادیکال، آزاد و برابر و دور از دین میخوایم و دین باید بره به کنج خونه های خودشون، به کنج قفسه های خودشون، و باید دست از کنترل و زندگی مردم برداره. و میشه گفت این شعار بسیار رادیکال، مدرن و برابری طلب بود که تونست جهانی بشه و ما خودمونم دیدیم که در عمل چطور پیرامون خودش، و به خاطر همین کیفیت این شعار بود که تونست پیرامون خودش این همه سمپاتی درست کنه. بله، و اشاره کردید البته به نحوی در صحبتتون که این خیزش به نحوی نقد شدید ایدئولوژی حاکم بوده در جمهوری اسلامی که باعث به عقب روندن زنها در ایران شده و نادیده گرفتن اونها شده، و به همین دلیلی که این بغض فرو خورده در طی این 40 سال به این شکل داره ظهور میکنه. خب، به معنی علیپور، جمهوری اسلامی روش مختلفی رو برای سرکوب داشته، با سرکوب اومده و برای بقا به سرکوب نیاز داره به روش های مختلف مثل زندان، شکنجه، اعتراف های اجباری،
و احکام اعدامی که صادر میشه و اعدام هایی هم که کردن، خیلی افراد هستن که الان احکام اعدام دارن و متاسفانه منتظر هستن که این اتفاق بیفته و به نحوی خب جمهوری اسلامی نیاز داره که این کار رو انجام بده، برای اینکه حالا به هر دلیلی یک جامعه‌ای رو که مرعوب بکنه یا یک بخشی که در داخل خود حکومت هستش جوابی برای اونا داشته باشه، برای این مدتی که به هر حال شاید از نظر خودش منفعل عمل کرده و به نفع طرفداران حکومت راضی بده. آیا ادامه این روند، ادامه این اعدام‌ها، این احکام اعدامی که در اتفاق میفته و مدام هر روز ما داریم میشنویم، میتونه جلوی این ادامه این خیزش انقلابی رو بگیره؟ ببینید، از روز اول میشه گفت، از زمانی که جمهوری اسلامی قدرت گرفت تو ایران، این ماشین سرکوب و اعدام و کشتارش روبرا بود. ولی اخیراً خب فقط این ماشین کشتار شده و الان به صورت اعدام برای ارعاب مردم، به خاطر اینکه دیگه مردم تو خیابونها رو از جمهوری اسلامی گرفتن، مردم خیابونها رو تصرف کردن با دست خالی. وقتی که یک جوونی با دست خالی میره به مصاف جمهوری اسلامی، میگه من از دیگه نمیترسم، من جونمو دارم در قبال آزادی و برای آزادی و برای یک آینده بهتر میدم. و جمهوری اسلامی به خوبی هم فهمید که این جوونا رو و این مردم آزادی خواه رو دیگه نمیتونه به خونه ها برگردونه و دیگه نمیتونه بترسونه. به همین خاطر دست به انتقام و میشه گفت یک سری اعدام ها و دستگیری ها. و اگر ما بریم به رجوع کنیم به آماری که داریم، مثلا کانون حقوق بشری نه به اعدام نه به زندان میگه که 50 نفر منتظر اعدام هستند و 30 نفر از اینا اهالی کرد و بلوچ هستند. و جمهوری اسلامی ناگفته نمونه که در کردستان و بلوچستان یک جنگ تمام عیار رو داره پیش میبره، با سلاح جنگی سنگین داره مردم رو میکشه. و به این خاطر به این وضعیت هست که الان هیچ مرجع دولتی و قضایی برای مردم دیگه قابل اعتماد نیست. مردم میگن که ما نمیریم خونه تا اینکه شما برید. نه به جمهوری اسلامی الان و مرگ به خامنه ای الان شعار اصلی مردم هستش. و به همین خاطر است که دست به اعدام ها از افرادی رو که گرفته، 50 تا به حکم محاربه منتظر اعدام هستن برای ترسوندن مردم، برای ارعاب مردم. ما میبینیم که اخیراً مثلا جامعه مدرسین حوزه علمی قم میگه که ما اگر این زندانی ها رو نگه داریم برای ما خرجه، این نهایت بیشرفیه. و یکی دیگه شون امروز من خوندم میگه دست و پای زندانی ها رو قطع کنید که کسی بگه. ببینید الان دست به هر کاری میزنن که مردم رو به خونه برگردونن، از اعتصاب ها جلوگیری کنن. ما شاهد این بودیم که بازار به چه صورت اعتصاب کرد و پشت مردم رفت، پشت انقلابیون رفت. و شاهد این هستیم که کارگران، رانندگان و اصناف دیگه دارن روز به روز به احتساب خودشون می افزاین. از این نظر ببینید، من عاشق این صحبت بعضی جوونا هستم که میگه که میگن به مردم میخواین قبول کنین یا نکنین. واقعا این حرف یه سری از جوونا، ما وارد فاز جدیدی شدیم، جمهوری اسلامی مرده، دیگه فاز قابل برگشت باشیم که باید چه کار کنیم. و برای آینده خودمون باید خیلی حساس باشیم که دوباره یک خمینی دیگه، یک شاه دیگه، یک آلترناتیو ضد مردم یه دیگه نیارن و برای ما بذارن. یعنی از نظر اون انقلابیونی که توی خیابون هستن، جمهوری اسلامی مرده، ولی داره دست و پاهای آخرش رو میزنه که به هیچ جا هم نخواهد رسید. حتی در سطح بین المللی هم ما میبینیم با توجه به فعالیت های علیه اعدامی که میشه، کارزارهایی که به وجود اومده، جمهوری اسلامی وارد میشه. بله، میفرمودید در مورد کارزارها هم اگر تفصیل صحبت بکنید، کارزارهای نه به اعدامی که شکل میفته، خیلی مختصر که بعدش بریم اتاق فرمان یک موزیک ویدیوی اعتراضی ببینیم و برگردیم. بفرمایید خیلی مختصر در مورد کارزارهای نه به اعدامی که حالا به عنوان واکنش هایی که در خارج از کشور و البته داخل کشور اتفاق افتاده. ببینید 506 نفر، این آماری که من امروز از طرف این کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام دروردم، کشته شده که 69 تای اینا کودک بودن و زیر 18 سال. یعنی جمهوری اسلامی تعداد بسیاری رو کشته. حتی
ارقام صحیح نیست. اینا این کانون اعلام میکنه که این ارقام میتونه خیلی بالاتر باشه، ولی وقتی که میاد اعدام بکنه به این صورت که به قول خودش میگه در ملأ عام که در ملأ عامم نبوده، سنگ فرش گذاشته دورش و خودشون یا بودن، میخواد مردم رو دوچار وحشت کنه. ولی از اون طرف ما میبینیم که الان بسیاری فعالیت های ایرانیان خارج از کشور که روز و شبانه است. در حقیقت ما هر شب در استکهلم جلوی سفارت جمهوری اسلامی اعتراض داریم. اینها علیه اعدام شده چون نمیخوایم، مردم دوست ندارن که قربانیان زیادی بدن و طبق گفتی همون جوانه جمهوری اسلامی دیگه رفته. و به این خاطر ما میبینیم که کفیل های کفالت های سیاسی افراد سیاسی بالا رو میبینیم که دونه دونه میان زندانیانی رو که محاربه گرفتن به وکالت خودشون کفالت خودشون میگیرن و خودشون هم اعلام میکنن که این میتونه بالفرض کاربرد قضایی نداشته باشه، ولی کاربرد تبلیغاتی و کاربرد میشه گفت که علیه جمهوری اسلامی بسیار داره، که این تا حدودی مؤثر بوده و این همینطور داره رشد میکنه. و این کفالت ها خودش یکی از این دستاوردهای مبارزات مردم علیه اعدام در خارج از کشور است. بله، نکته خیلی خوبی اشاره کردید به موضوع کفالت های سیاسی که نمایندگان بسیاری از کشورهای اروپایی بر عهده گرفتند، کفالت بسیاری از زندانیان سیاسی رو. خیلی سریع میریم به اتاق فرمان، یک موزیک ویدیوی اعتراضی هست مشاهده میکنیم، برمیگردیم با ما همراه باشید. سخت هراسیده ای از دل یک رنگ ما، شرح شجاعت بخوان از خط آهنگ ما، پیزد چنگی بدن ککیه به آرنگ ما، شیشه در آورده ای تا شکنی سنگ ما، به نفرین گیرنده مادران، به فریاد پاشیده بر آسمان، به خشم خروشیده از خاوران، به اسیان بشکوه نسل جوان، برون کن سر از چه مانده از این شب به جز دلک غم، به شادی بزن طرح تازه ای رقم، بزن پا بزن پا به تخت واژگون، به شور دست و صورت به آبشار خون، به مهسا به نیکا به خشم و خون نگر، به آبان از کشت لال گون نگر، نگر به فرمان ها در حصار پیله ها، به آزاد در بند و حسر میله ها، برای شهیدان خفته در خفا، آه برادر مزد شیشه ی خواهر به سنگ، خام مباش و مخور نان هرا هست و فن، آنچه به خون شسته ای جان عزیز من است، گوش کنه ای هموطن بانگ رسای زن است، برون کن سر از زیر یوغ بردگی، برابر سرو موزیک ویدیو رو دیدیم. ممنون که تا اینجا با ما همراه هستید. من علیپور اشاره کردید به واکنش های جهانی و موضوع کفالت های سیاسی رو مطرح کردید. ببینید الان جامعه جهانی هم میدونه جمهوری اسلامی به چه شکل داره عمل میکنه، حتی روزنامه واشنگتن پست هم در مقاله اشاره کرده بود که این احکام عجولانه است و اینکه بر پایه اعترافات اجباری سود داره. جهان میدونه که به چه شکل این اتفاقا در ایران داره میفته و الان بر همگان واضح هست و اینکه مبنای این کشتار و اعدام ها رو میدونه که بر اساس دادگاه های غیر قانونی و نمایشی و پایه اعترافات اجباری.
این چه هزینه‌ای داره؟ این چه هزینه‌ای برای جمهوری اسلامی داره و چه تبعاتی رو الان باش دستگریبان هست جمهوری اسلامی؟ ببینید، من پیرامون اون صحبتی که بعضی ها میگن که بالفرض دولت‌ها الان دارن چهره واقعی جمهوری اسلامی رو میبینن، من قبول ندارم. اینا میدونستن از اول این چی هست و به قول معروف تا حدودی هم نوچه خودشون بود. اتفاقا به همین هم میرسیم توی یک سوال دیگه در ادامه، ولی صرفا الان میخوام هزینه های سیاسی که بر جمهوری اسلامی هست ببینیم که بله. به هر حال ببینید، اینا در سطح بین المللی یه سری کمیسیون ها هست، یه سری قراردادهای بلفرض در سطح سازمان بین الملل هست و غیره. گون که بلفرض در مورد اعدام ها و در مورد تفویض به زنان، این دوتا بند وقتی که در سطح بین الملل، در سطح سازمان ملل به عنوان دوتا بندی که مخالفش هستن مطرح میشه، شما میبینی که توضیح زیادی راجع بهش نداده شده. یعنی دست دولت ها رو یه مقدار باز میذاره که مطابق فرهنگ خودشون، مطابق یک سری منافع خودشون بتونن این کارا رو بکنن. ولی ما در سطح بین الملل اخیراً میبینیم با توجه به فعالیت های شبانه روزی ایرانیانی و آزادی خواهانی که پیرامون این مبارزات انقلابی مردم گرد اومدن، میبینیم که جمهوری اسلامی رو از کمیسیون مقام زن اخراج میکنن. الان فعالیت های خیلی زیادی میشه که از یونیسف اخراج بشه، آیلو اخراج بشه و همینطور تروریست قلمداد کردن سپاه پاسداران، که ما میدونیم که سپاه پاسداران یک سپاه میلیتری ساده نیست. میشه گفت که داد و ستدها و بازرگانی جمهوری اسلامی از طریق این سپاه صورت میگیره. وقتی این تروریسم قلمداد بشه، به هر حال پاهاش توی سمنت به قول معروف گیر میکنه و نمیتونه حرکت آزادانه داشته باشه و اقتصاد ایرانو تا حدودی دچار صدمه میکنه. این یکی. و یکی دیگه، من فکر میکنم تروریست قلمداد کردن سپاه پاسداران قدم بسیار بزرگی به طرف بایکوت کردن جمهوری اسلامی است. ببینید، اینا اقداماتیه که تا مقدار زیادی پیش رفته به خاطر البته آنچه که مردم تو ایران دارن میکنن، انرژی و هدف میده به ایرانیانی که در خارج از کشور هستن که دفاع کنن از این انقلاب. خانم علیپور، بخیر سریم بگم، آیا تونسته این اقداماتی خارج از ایران شکل گرفته توسط جامعه جهانی جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنه؟ من اینو در ادامه همون مبحثی که داشتید اشاره میکردید دارم میگم، آیا اصلا به ذات جمهوری اسلامی پاسخگو هست؟ خیلی مختصر اگر که جواب بدید ممنون میشم. ببینید، جمهوری اسلامی یک دیکتاتور و یک تروریست بین المللی بوده. من نمیدونم دیگه خود ماهیت این جمهوری اسلامی رو، من فکر میکنم دنیا در سوریه دید زمانی که با کمپانیون خودش، با طرفدارای خودش، اینا 30,000 از مردم و کودک کشتن که تعداد زیاد، یک سوم اینا گویا کودک بوده. یعنی خود اینا میدونن که با چه رژیمی روبرو هستن و جمهوری اسلامی اینقدر وضعش خرابه، اینقدر ضد بشره، اینقدر میشه گفت دستش به خون آلوده است که نمیتونه پاسخگو باشه. حتی اگر بخواد پاسخگو هم بشه، ما دیدیم اخیراً که سیگنالایی به طرف آمریکا پرتاب میکنه که الان بیایید مذاکرات هسته‌ای رو ما پیش ببریم، ولی اونا هم از ترس جنبشی که در خارج از کشور صورت گرفته به نفع انقلابیون در ایران و بر علیه جمهوری اسلامی، نمیتونن این کارو بکنن. وگرنه جمهوری اسلامی در زمان خودش هم به نظر من آمادگی کرنش‌های مختلف رو داره سازش ها، ولی دیگه در برابر این جبهه انسانی که در برابر خودش میبینه، دنیا نمیتونه حمایت کنه. از دنیا کشورهای مختلف هم الان باید جای خودشون رو مشخص کنن، وگرنه در آینده بلفرض باید پاسخگو باشه. اتفاقا اونا باید پاسخگو باشه. پس به نحوی از این تفکر باید گذر بکنه جامعه جهانی که جمهوری اسلامی میتونه پاسخگو باشه. جمهوری اسلامی بله جمهوری اسلامی باید برود، چون یک دقیقه ماندن بیشتر جمهوری اسلامی به برابر با بسیاری از فجایع دیگه‌ای که به بار خواهد آمد. البته من گفته نمونه تو کلام شما بگم، دادن پهپادهای به اوکراین هم
ببخشید علیه اوکراین به روسیه، این خودش تو این وضعیت خیلی مؤسف بوده. یک عاملی بوده که بیشتر اینا الان میخوان به تروریسم بودن سپاه پاسداران برسن. خب به من به عنوان آخرین سوال، آخرین موضوعی که در این برنامهش میپردازیم، خانم علیپور، شما به عنوان یک فعال سیاسی که در بسیاری از تجمعات اعتراضی داخل استکهلم شرکت کردید و سخنرانی کردید، حول محورهای مختلفی شکل گرفته، توضیح بدید که محوری که این تجمعات حول شکل گرفته و شما سخنرانی داشتید و بیانیه هایی رو گفتید، اعلام کردید در این تجمعات چی بوده، و اینکه اصولا خواسته کسانی که تجمع کردند محورهای اصلیش چه چیزی بوده؟ ببینید فعالیت های زیاد اینجا صورت میگیره، ولی به هر حال یک سری حرکت ها هم اینجا هست که هنوز دست خودشون رو نمی کنن. بلفرض نمیخوام اینجا الان ذکر کنم، اسم بیارم، ممکنه یک سری افراد در نظرشون باشه که به عنوان آلترناتیو بخوان به ایران بدن، ولی من خودم شخصا متعلق به جنبشی هستم که همیشه حمایت کرد از جنبش سرنگونی، جنبش علیه جمهوری اسلامی، و گفتیم که این جمهوری اسلامی و این آپارتاید، این صحبت 30 سال پیشی که ما کردیم که جمهوری اسلامی یک آپارتاید جنسیه به خاطر بسیاری از قوانینش و نوعی برخوردی که با زنان داره. حتی اگر این استراکچر جامعه ما به صورتی نبود که زنان اینقدر دخیل باشن و به طور کلی تاریخاً نقش فعالی تو جامعه داشته باشن، اونا خواهان یک وضعیت بودن که الان طالبان تو افغانستان برای زنان داره، که زن در معیت یک مرد باید بره بیرون و حتی نمیتونه در سطح دانشگاه یا حتی دبیرستان هم در بعضی جا تحصیل کنه. بنابراین از قدیم ما گفتیم این یک آپارتاید جنسی و شما باید مثل همون 30 ثانیه وقت دارید داشتین در بر علیه آپارتاید نژادی این کارو باش بکنید. به هر حال مبارزات ما علیه پیرامون سرنگونه و یک دیگه، الان هم ما پیرامون شعار زن زندگی آزادی جلو میریم. ما چون معتقد هستیم در جایی که زن آزاد نباشه هیچ انسانی آزاد، حتی حیوانات هم آزاد نیستن. من البته میخواستم شما اشاره هم بکنید به کارزارهایی که علیه اعدام، احکام اعدام داره شکل میگیره به صورت مداوم در سطح شهر استکهلم، البته در شهرهای دیگه سوئد و همچنین شهرهای دیگه اروپا. ببینید کارزارهای بسیاری هست، این کارزارها حتی شیوه های خودشون رو عوض کردن به صورت چادرهای علیه اعدام، و ما شاهدش بودیم از طرف یک تشکلی بود به نام 1401 کلکتیو که اینا یک هفته تو سرمای 0 درجه منهای 14 درجه ایستادن. اگر خیلی سریع، اگر خانم علیپور هدف رو بفرمایید از این کارزار که دیگه وقتی نیست، من اصلاحی میکنم از شما، اگر هدف رو خیلی سریع بفرمایید. هدف اصلی اولا توقف اعدام ها هست، که به خاطر اینکه زندگی جوان ها رو الان باید اونایی که دستگیر شدن نجات داد، این هدف اصلیه. و هدف بعدی سرنگونی جمهوری اسلامی. این کارزارها به اشکال مختلف الان هستن و دست تو دست هم دیگه دادن، و از جانب افرادی که به سرنگونی معتقد هستن و به شعار و به انقلاب زن زندگی آزادی به طرق مختلف حمایت میشن. بله، ممنونم از شما به مهین علیپور برای وقتی که در اختیار بودید. خواهش میکنم. منم ممنونم که منو دعوت کردیم بین برنامه. خواهش میکنم، متشکرم. همچنین از شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید و برنامه نقد اعدام، از شما نیز سپاسگزارم به بابت توجهتون به این برنامه. با برنامه بعدی ما نیز همراه باشید. ممنون. تاثیری به برداشت من خودم بازی اون تنده هم برای تاثیری نمیذارم بکشن اینجا.